گفتی، سلام. برای همین جلسه گفته بودی؟ بله کامل. البته چند بیتش از یه مثنوی دیگه بود که استفاده کردم، اصلا جرقش از همونجا زده شد. از همونجا زده شد که این ابیات رو بیارم و دیگه قبل و بعدش پنج بیت البته بود کلا ابیاتی که میگم از یه مثنوی دیگه بود که این کارم حدود 75 بیت اینها بود دیگه. لطف از زهرا سلام علیها بود، ما هم حالا البته از دو سه ماه قبلش به بنده گفته بودن که شما باید امسال شعر بخونید و ما درگیر یکی دو تا کار بودیم، یکی هم کنگره نهایی که مزاحم شما هم شدیم، خواهش میکنم با افتخار، و یکی هم بحث فاطمیه بود دوباره نشد. بعد دیگه ما تقریبا 10 روز مونده بود به مراسم، دیگه از خود حضرت زهرا سلام علیها توسل کردیم، گفتیم که ما دستم خالیه. هم مخاطبای اونجا خیلی خیلی پسندیدن و هم برق نگاه حضرت آقا به نظرم خیلی تحسین برانگیز بود، لطف داشتنشون، محبت کردن نسبت به شعر و دیگه انشالله که باقیات صلوات باشه برای ما انشالله محبت ایشون. خودت هم بازخورده مثبتی گرفتی؟ بله الحمدلله خیلی. الحمدلله اون چیزیش که برای خودم خیلی شیرینه اینه که بعضا دوستانی که حالا میبینیم صحبت میکنیم حتی ممکنه نشناسمشون خودم، میگن که ما چند بار این کار رو گوش دادیم و این رو من میذارم به همون حساب که هم لطف از زهرا سلام علیها بوده، هم این که محبت داشتن آقا نسبت به کار، انشالله که باعث شده که به دل مردم هم یه نکته ای که شاید خیلی حائز اهمیت باشه این بود که محمد رسولی توی اون جلسه و وقت خوندن شعر فقط زبان شعر نمیخوند، تمام بدنش زبان شده بود، چشمت شعر میخوند، دستت شعر میخوند، تمام وجودت به نظرم. حالا تو من در خودم اصلا نمیدیدم که بتونم اجرای درش بیاری، جلسه ایه که جلسه خیلی جلسه سنگینی ویژه بود. بله. یعنی همه اهل شعر و مدعی و همه، حالا لفظ خوبی نیست ولی در لحظه همه دارن ارزیابیت میکنن. آره. کلمه به کلمه پایین. چی خوندی، چه جوری خوندی؟ ما هم این کارا نیستیم، هنوزش هم نیستیم، نبودیم و صفای وجودت بود. اصلا در خودم نمیدیدم که حالا بتونم سربلند از اون عزیزم. هنگامه به قول معروف بیرون بیام، اما